همراه هستیم با عباس معینی، فعال سیاسی و مدنی از تهران. آقای معینی سلام و عرض ادب. آقای معینی، با توجه به نصب بنرهای حمایتی برای خانواده‌های جنگ‌زده لبنانی در تهران، در حالی که بسیاری از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، به نظر شما مسئولان باید چگونه به این انتقادات پاسخ دهند و اولویت‌ها را در کجا قرار دهند؟ بفرمایید. به نام خدای رحمان، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم. ببینید، اتفاقی که افتاده این هست که ما نهایتاً در مقابل هر یک از انسانها که مورد ظلم و در معضلات معیشتی و زندگی قرار میگیرن مسئول هستیم، اما اولویت هایی وجود داره. طبیعتا جمهوری اسلامی و نظام در مورد مردمی که در غزه و لبنان مورد به اصطلاح آسیب قرار گرفتن مسئول هست، چرا که تشویق کردیم به مبارزه و مقابله با اسرائیل و حمایت کردیم و بایستی حمایت بکنیم. اما در خصوص شهروندان ایرانی، ما تنها چیزی که میتونیم بر اساس انصاف، عدالت و اختیار و آزادی انسانها متصبر باشیم این هست که طبیعتاً این تبلیغ انجام شده، اما قضاوت و اقدام رو بذاریم به عهده خود مردم که طبیعتاً انتخاب بکنن. اولویت با خانواده‌های زیر خط فقری که در ایران هستند و سالها در شرایطی زندگی می‌کنند که این شرایط زندگی از شرایط فعلی خانواده‌های لبنانی هم بدتر بوده و هست، یا اینکه از خانواده‌های لبنانی حمایت بکنن، یا شاید یک کسی بتونه اختیار داشته باشه از یک خانواده افریقایی که حتی الان هم در جنگ نیستن حمایت بکنه و به سرپرستی بگیره. اما نکته مهم این هست که یک وظیفه واجب وجود داره که اون برمیگرده به خود حاکمیت، جمهوری اسلامی و نظام اسلامی، که بایستی از کسایی که اونجا در جلوی جبهه جنگ و به صورت بیدفاع اونها قرار گرفتن خودش حمایت بکنه. مردم هم صاحب اختیار هستن، کما اینکه من پیش بینیم این هستش که مردم، شهروندان بیشتر از خانواده‌های ایرانی اگر امکانش رو داشته باشن حمایت خواهند کرد که به زودی این نتیجه این اقدامات روشن خواهد شد. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از عباس معینی، فعال سیاسی و مدنی از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.